گلاسیا سلام، امروز میخوام یکم از سبک سایکولوژیکال و کلا فیلمی که بهش فکر میکنیم فاصله بگیریم، بریم سراغ فیلم زامبیلند یا شهر زامبیا که یه ترسناک کمدیه و نمره خوبی هم توی راتن تومیتوز آی ام دی بی داره و خیلی کلا بین آدمای کمدی بازن مورد پسنده. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلی فیلم اون یعنی کولومبوس رو میبینیم. کولومبوس داره به صورت مونولوگ با ما صحبت میکنه و میگه آمریکا از بین رفته. دیگه زامبیا حمله کردن و ویروسی اومده که همه چیز رو نابود کرده. من حس میکنم آخرین بازمونده دنیام و با چند تا قانون هستش که دارم خودم رو زنده نگه میدارم. اولین قانونش مثلا ورزش کردنه. میگه با تمرین دیگه نفسم بالا میره و میتونم از زامبی ها فرار بکنم. دومین قانونش اینه که هر وقت یه زامبی افتاد باید بهش دوبار شلیک بکنی. بار دومی که مطمئن بشی جونش رو از دست داده ولی ممکنه یه رفیق بلند شه و بهت حمله بکنه. قانون سوم اینه که توی دستشویی باید خیلی مراقب باشی چون زامبی ها ممکنه هر لحظه بهت حمله بکنن، مخصوصا وقتی که اونجا نشستی. قانون چهارمش هم مثلا اینه که کمربند باید همیشه ببندی چون ممکنه که یه وقت تصادف بکنی و خب امنیت همه چیز مهمتره. بعد هم یه توضیح کوتاه میده که 2 ماه پیش یه نفر همبرگر سفارش داده و این ویروس زامبی تو همبرگره بوده. از همونجا هم این همه‌گیری شروع شده و کلا کشور به فنا رفته. خلاصه کولومبوس میگه من با این قانون‌ها زنده‌ام و می‌بینیم در حال فرار دو تا زامبیه. تو ماشینی میشینه و کمربندش رو طبق قانون خودش میبنده و گاز میده. یه دفعه میبینه یه زامبی هم صندلی عقب نشسته که موفق میشه بزنه به دیوار و زامبی از پنجره میفته بیرون. بعدم پیاده میشه با اسلحه‌اش یه شلیک دیگه میکنه که خب اونم قانون دیگه‌اش بود که گفته بود همیشه به سر زامبیا دوبار شلیک کنه. سکانس بعد میبینیم که چند روز گذشته کولومبوس با ناامیدی داره توی خیابون‌های نابود شده قدم میزنه که میبینه ماشینی داره به سمتش میاد. خیلی ترسیده یه گوشه پناه میگیره و اسلحه‌اشو میکشه و میبینیم مردی از این ماشین پیاده میشه و اونم اسلحه‌اشو سمت اون میگیره. کولومبوس که مطمئن میشه هر دوشون آدمن، یه رفیق میگه میشه سوار ماشینت شم و اونم قبول میکنه. این مرد که مقصد شهر تالاهاسیه خودشو به اسم تالاهاسی معرفی میکنه. کلا تو این دنیای پس آخر از زمانی همه آدم ها میان خودشونو به اسم جایی که مقصدشون رو معرفی میکنن. کولومبوس هم مقصدش کولومبوسه، جایی که پدر و مادرش زندگی میکردن و به امید اینه که بره اونجا ببینه هنوز زنده باشه. اینم جالبه که وقتی سوار ماشین میشن کولومبوس صندلی عقبو اول نگاه میکنه. این قانون جدید شده از اون اتفاقی که اون شب افتاد. همیشه صندلی عقبو چک میکنه که این موقع زامبی پناه نگرفته باشه. وسط راه هم بعد آشنایی بیشتر با تالاهاسی میفهمه که این مرد عاشق شکلاتیه که اسمش توینکیه. یعنی حتی حاضر وسط خیابون وسط زامبیا پیاده شه و بره دنبال اون بگرده. جایی هم برای دستشویی وامیستن و متوجه میشیم که کولومبوس ترس زیادی از دلقک ها داره. یعنی تو دنیایی که اینقدر زامبی دارن و کلا جونشون تو خطره باز دلقک میترسه. بعدم شروع به تعریف لحظه میکنه که فهمید این همگیری زامبیا رو رخ داده. توی خونش بوده داشته بازی میکرد که کسی در میزنه و میبینه دختر خیلی جذاب و خوشگل مشکل همسایه‌شونه. دختره با وحشت میاد داخل و میگه با دوست پسرش بیرون بوده که یه رفیق وحشی شده و انگار میخواسته گازش بگیره. اونم ترسیده و اومده اینجا. کولومبوس آرومش میکنه. دخترم خیلی تابلو داره بهش نخ میده ولی این احمق کاری انجام نمیده. بعدم دختر خوابش میبره. کولومبوس هم همینطور وقتی چشمشو باز میکنه دیگه خبری از این دختر نیستش. میبینه صدای از دستشویی میاد. همین که در باز میکنه میبینه این دختر تبدیل به یه زامبی وحشتناک شده و یهو میاد سمتش. کنم تنها کسی که از نخوابیدن با یه نفر خوشحاله الان کولومبوسه. بعدم دختر دنبالش میکنه و اینم موفق میشه در آخر با کوبیدن سنگ توالت تو کلهش بترکونتش. وسط صحبتشون هم کولومبوس میگه که من شنیدم یه شهری هست کاملا سالم مونده، اما تالاهاسی باور نداره و میگه همش شایع است و انگار خیلی هم از این قضیه ترکوندن زامبیا راضیه، داره بهش حال میده. به یه سوپرمارکت میرسن و برای برداشتن خوراکی وامیستن. وقتی میخوان برن داخل کولومبوس خیلی مجهز اسلحه‌اش رو آماده میکنه و تالاهاسی هم یه تبر برمیداره با گیتارش. میره تو شروع میکنه گیتار زدن، با سر و صدا زامبیا میان بیرون و سمتشون حمله میکنن. موفق هم میشن نارو از بین ببرن و همین وسط میبینن یه دختری که تبدیل نشده میاد سمتشون. دختری به اسم ویچیتا. ویچیتا فوق‌العاده جذاب، خیلی ناراحته و میگه خواهرم حالش خوب نیست و داره تبدیل میشه، لطفاً بیایید کمکمون. با هم به اتاق پشت این سوپرمارکت میرن و ویچیتا میگه که خواهرش لیتل راک اونجا نشسته. خواهرش انگار دستشو گاز گرفتن و خیلی هم ناراحته. همشون هم میدونن کار لیتل راک قراره تموم بشه. تالاهاسی قبول میکنه که با شلیک کارشو تموم بکنه، اما ویچیتا میگه نه، خودم میخوام این کارو انجام بدم. بعدم اسلحه رو ازش میگیره و میره طرف خواهرش. همه ناراحت و به هم ریختن که گرفته ویچیتا میگه ها خوردید، فهمیگه نقشه است و کلا تبدیل نشدن، میخواستن اسلحه این دو نفر رو بگیرن که موفقم شدن. بعدم با تهدید سویش ماشین تالاهاسی رو میگیرن و خب موفق میشن بدوزنش و کلا بی خیال همه چی اونجا برن. کولومبوس تالاهاسی هم نگاه به هم میکنن و تصمیم میگیرن کلا راجع به این قضیه حرف نزنن. یه لحظه هم صحبت ویچیتا و خواهرش لیتراکو میشنویم که دارن به سمت یه شهر بازی میرن. شهر بازی که همه جا پیچیده کاملا سالم و هیچ
زامبی نتونسته واردش بشه. تالاسی و کولومبوس شروع به قدم زدن میکنن و بعد ساعت‌ها به شهر میرسن که یه ماشین حامل زرد خوشگل اونجاست و کاملا سالمه. وقتی بازش میکنن میبینن کیفی پر از اسلحه هم هست که شادیشون رو خیلی بیشتر میکنه. تالاسی بی خیال همه چی یه اسلحه برمی‌داره و شروع به شلیک به هوا میکنه. در آخر هم سوار ماشین میشن و شروع به رفتن میکنن. این بار تالاسی دیگه قصد رفتن به شهر کولومبوس رو نداره. میگه باید اون دخترها انتقام بگیریم چون همه چیمون رو برداشتن و دزدیدن، این تو کتم نمیره. کولومبوس خب اصلا دنبال انتقام نیست و مخالفه. بعدم میگه برای من خیلی مهمه که به خونه پدر و مادرم برسم. تو یعنی خونه نداری، جایی نداری کسی عاشقت بشه. تالاسی شروع به صحبت میکنه و من یه سگ به اسم باک داشتم که واقعا عاشقش بودم. بعدم زامبیا اومدن و خب اون سگو ازم گرفتن. دیگه از اون موقع هم هیچی برام مهم نیست. تصمیم گرفتم همین خوشیای کوچیک لذت ببرم، مثل همین شکلات تو این کیا. وسط راهشون ماشینشون رو میبینن که وسط خیابونه و خراب شده و خب میفهمن دختر قطعا همینجا. کولومبوس پشت ماشین میشینه و تالاسی هم با اسلحه‌اش پیاده میشه و با آرومی سمتشون میره. وقتی میرسه خبری از دخترا نیست و به کولومبوس اشاره میکنه که بیا جلو امنه. اونم میاد سوار ماشین میشه و گرفه همه جا ساکته و تالاسی میگه دختر پشتمونه نه. یه رفی میدیم لیتلاک از صندلی عقب بلند میشه و اسلحهشو سمتشون میگیره. تالاسی هم میگه خاک تو سرت، نه پس این بر نیومدی، و با ناراحتی اسلحهشو بهش تحویل میده. دوباره دختر دیگه یعنی ویچیتا هم میاد، این دوتا رو پیاده میکنن و سوار ماشین میشن. منتها این بار با اصرار تالاسی و کولومبوس قبول میکنن که اونا هم با خودشون تو راه ببرن. عصبانیت هم کم کم از بین میره و تقریبا همسفر هم دیگه میشن. تالاسی و لیتلاک مثل پدر و دختر با هم دیگه رفیق شدن و کلا تالاسی با این مخالفه که یه شهر بازی هست که کاملا سالمه. میگه این یه رویاست که فقط شما دارید تا زنده بمونید. صندلی جلو هم میبینیم که کولومبوس کم کم داره عاشق ویچیتا میشه و مشخص خیلی روش کراش زده. ساعت ها میگذره و توی تاریکی بالاخره به یه سری ماشین سالم میرسن. ویچیتا وامیسته و میگه میتونید پیاده شید و با ماشین خودتون برید. اما کولومبوس دیگه براش مهم نیست. میگه من میدونم که پدر و مادرم قطعا زنده نیستن و الا تا الان خبری ازشون میشد. منم تصمیم گرفتم که با هم دیگه باشیم. به نظرم اینطوری بهتره و امن‌تره. ویچیتا هم مشخص خوشحال میشه و گاز میده. کمی جلوتر جلو مغازه وامیستن و به استال تالاسی میرن تو که یکم لوازم بردارن و خوشحالی کنن. همون خوشحالی کوچیکی که قبل‌تر بهش اشاره کرده بود. میرن داخل و بعد اینکه زامبی که اونجا صاحب این میبرن شروع به گشتن مغازه میکنن. متوجه میشیم که کولومبوس دنبال یه اوتکلونه و خب تالاسی میفهمه که میخواد یه جوری خودشو خوشبو کنه که ویچیتا ازش خوشش بیاد. وقتی بهش اینو میگه با هم میگه همینطوری بحث لفظی میکنن و یه دفعه یه چیزی رو میشکنن. تالاسی هم میگه خیلی حال داد و یه چیز دیگه رو میشکنه. چهارتای شروع به نابود کردن مغازه میکنن و با لذت همه چیزو میشکنن و این میشه قانون جدیدی که کولومبوس برای زنده موندن خودش میذاره، از چیزهای کوچیک لذت ببره. راهو ادامه میدن و تصمیم میگیرن که با هم دیگه به همون شهر بازی برن که میگن همه چیز توش امنه. روز بعدی بالاخره به منطقه هالیوود میرسن، جایی که خب خونه زندگی بازیگرای خیلی معروفه. یه عمارت بزرگم برای استراحت پیدا میکنن که خونه بیل مری معروفه. میرن داخل و شروع به گشتن همه جا میکنن و میفهمن همش امنه. خونه هم خیلی بزرگه و کولومبوس تو صحبت با لیتل راک میفهمه که این دختر بچه اصلا نمیدونه بیل مری کی هست. برای همینم هم میرن به سینمای طبقه پایین و تصمیم میگیرن که اینجا یکی از فیلماشو ببینن، یعنی شکارچیان ارواح یا همون گوستباسترز. این در حالیه که ویچیتا و تالاسی هم دارن با هم دیگه وقت میگذرونن و صحبت میکنن که یه دفعه میبینن خود بیل مری که تبدیل به یه زامبی شده میاد بالا. خیلی اونا ترسیدن و میخوان بزننش که یه دفعه بیل مری میخنده و میگه شوخی بود بابا، سالم هم چیم نشده. تالاسی که طرفدار پروپاگورس این مردم شروع به خوشحالی و داد و فریاد میکنه. برام تصمیم میگیرم برای خنده برم پایین و کولومبوس و لیتل راک رو هم بترسونم. بیل مری هم قبول میکنه و همین کارو انجام میده. میره جلو و کولومبوس احمق یهو بلند میشه و با تفنگ یه دونه تیر میزنه بهش. خیلی ساده هم با قضیه کنار میان و بعد اینکه میبرن جنازه‌شو بیرون میان داخل و شب رو با هم دیگه مونوپولی بازی میکنن. این وسط هم تالاسی پیشنهاد میده که همینجا بمونیم. خب اینجا الان کاملا امن و چرا بخوام بریم الکی اون شهر بازیه؟ به نظر همشون هم منطقیه. از اون طرفم دوباره شروع به صحبت از باک میکنه، همون که گفته بود سگشه. ولی کولومبوس میفهمه که اشتباه فهمیده بوده. باک در اصل پسر این مرد بوده که زامبیو ازش گرفتنش. چند روز بعدی و همینجا میگذرونن و همه چیز آرومه. تالاسی به لیتل راک شلیک با اسلحه‌های بزرگو یاد میده که بتونه خودش دفاع بکنه. به شکلی داره از دست دادن پسر خودش رو جوری جبران میکنه که حالا انگار لیتل راک دختر خودش شده. از اون طرفم ویچیتا با شرابی میره پیش کولومبوس شروع به صحبت میکنه و دوران دبیرستان و کالج میگن. جایی که خب کولومبوس یه آدم خرخون بوده، زیاد تو اشغال نبوده و ویچیتا کاملا مخالفشه. بعدم شروع به رقصیدن میکنن و قبل اینکه همون ببوسن تالاسی رفیع میاد و مودشون رو به هم میزنه. شب هم همینطوری میگذرونن و صبح بعدی که از خواب پا میشن میبینن دخترها یعنی لیتل راک و ویچیتا سوار ماشین شدن و یه رفیع از اونجا رفتن، چیزی که خیلی تالاسی رو عصبانی میکنه.
توی ماشینم میبینیم ویستا داره به خواهرش میگه من نزدیک بودم پسر رو ببوسمش. قانون اولمونو داشت یادم میرفت، اینکه باید همیشه من و تو فقط باشیم، کسی دیگه یه حق نره بیاد بینمون. که خب نشون میده چقدر ویستا و کلمبوس شبیه همدیگن و هر دو برای زندگیاشون قانون گذاشتن. بالاخره به شهر بازی مورد نظرشون میرسن، در ورودی رو میشکنن و میرن داخل. میبینیم کلمبوس و تالاسی هم خیلی به هم ریختن و تالاسی تصمیم گرفته که روز بعدی بره مکزیک و کلا از این کشور فرار بکنه. برمیگردیم به شهر بازی. وقتی که واردش میشن این اسکولا تمام برق رو روشن میکنن تا یکم ذوق کنن و از شهر بازی لذت ببرن، بی توجه به اینکه سر و صدا و نور زامبی ها رو سمت خودشون داره میکشونه. میخوان بازی کنن که متوجه زامبی ها میشن و مجبور میشن پا به فرار بذارن. سوار ماشین میشن و گاز میدن و یه تعداد زیادی زامبی میپرن رو سقف ماشین. به ناچار میرن سمت دریاچه کناری، اما ماشین میپرن بیرون و ماشین و زامبی هاشو میندازن داخل. دوباره برمیگردیم پیش پسرا. کلمبو سوار موتوری شده که تالاسی میخواست باهاش به مکزیک بره. میگه من نمیذارم این کارو بکنی. ما با اون دختر یه قراری گذاشتیم و حس میکنم که بهمون نیاز دارن. الانم مطمئنم تو همون شهر بازی هم. باید بریم پیششون. تالاسی هم میگه میتونی بری، من کاریت ندارم. کلمبوس هم سوار موتور میشه و گاز میده و خب مثل اسکولا میره تو درختا. تالاسی با ماشین دیگه ای که دارن میاد سمتش و میگه بشین میرسونمت. میریم شهر بازی پیش دختر. سوار یکی از وسیله ها میشن که میبرتشون بالا و با شلیک به دستگاه کنترل جلوی اینو میگیرن که دوباره بیارتشون پایین. زامبی های زیادی اون پایین وایسرن و منتظرن که اینا بیان و حتی از در و دیوار میرن بالا بلکه بهشون برسن و اونا موفق میشن که هر بار به یکیشون شلیک کنن و بندازنشون. ولی خب مهماتشون قرار نیست تا ابد دووم بیاره. همین لحظه است که تالاسی و کلمبس هم سر میرسن و یه تعدادی از زامبی ها رو از بین میبرن. دختر خوشحال شدن و ویشتا به خواهرش میگه باید همین الان تمرین کنیم که چه جوری ازشون معذرت خواهی کنیم. تالاسی میبینیم که شروع به سر و صدا میکنه تا زامبیا بیان سمتش و اونا رو از دخترا دور کنه. بعدم میره داخل یه جا پناه میگیره و شروع به شلیک سمتشون میکنه. کلمبوس هم میره که دخترا رو بیاره پایین و این وسط یه رفعه اتفاقی وارد یه خونه وحشت میشه، جایی که خب یکی از عنصرهای اصلیشون دلقک. مهمات دخترا تموم شده و تالاسی هم همچنان داره مبارزه میکنه و کلمبوس سمت دخترا میرسه. یه رفعه یه زامبی دلقک میره که میاد سمتش. این بار قانون جدیدی برای خودش میذاره، اینکه یه وقتا لازمه قهرمان باشی. بعدم این زامبی رو از بین میبره و میره سمت دخترا. بعدم ترمز استراریو میزنه، دخترا میان پایین و همین که به هم میرسن ویچیتا و کلمبوس همون میبوسن. تالاسی هم بالاخره سعی میرسه و میگه تبریک میگم، بالاخره انجامش دادی. شروع به گشتن اینجا میکنن. لیتل راک و ویچیتا هم تو ماشینن و میگن سوار شید بریم. لیتل راک شکلات توینکی پیدا کرده رو سمت تالاسی میندازه که با خوشحالی میخورتش. کلمبوس به ما میگه که این لحظه فهمیدم که نزدیکترین چیز به خانواده من این سه نفرین که الان کنارم وایسادن. میدونم پدر و مادرم به این رفتن ولی قرار نیست بی خانواده باشم. سوار ماشین میشن، با له کردن چند تا زامبی دیگه اینجا میرن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. زامبیلند خیلی داستان جالبی رو میاد روایت میکنه و به نظرم یه سروایوال گاید خیلی خفنه، یعنی یه راهنما برای اینکه اگه واقعا این زامبیا حمله کردن آدم باید چیکار بکنه. این که میبینیم کلمبوس میاد یه سری قانون برای خودش میذاره، به نظر نکته اولی که آدم ها باید رعایت بکنن. هیچ جا بدون قانون آدم نمیتونه زنده بمونه، این واقعا باور قلبی منه. مثلا شما فکر کن کلمبوس همون کمربندشو نیبست، چند بار اتفاقا میافتاد؟ یا مثلا همون قانونی که میگفت باید تمرین بکنی ورزش بکنی که بتونی از زامبی ها سریع تر بدوی. به نظرم کلا این فلسفه و تئوری این که آدم باید قانون برای خودش بذاره توی اینجور موقع تا بتونه از مواقع ضروری جلوگیری بکنه به نظرم چیز خیلی مهمه. لحاظ کمدی هم خیلی جالب، تیکه‌های خفنی داره، ولی خب توی خلاصه نمیشه قشنگ اون کمدی بودنش رو ارائه داد، برای همین حتما باید تماشا بکنیدش که بگیرید اینا رو. یه نسخه دومم داره اگه دوست داشتید بگید، حتما اونم قرار میدم برای بعد از وقتی که دیگه این چهار نفر کنار هم دیگه موندن و حالا چی میخواد براشون پیش بیاد. اینم اشاره بکنم که من این سه تا ویدیویی که یعنی اینو دو تا ویدیو قبلی که گذاشتم و با هم دیگه ضبطشون کردم به خاطر یه درگیری که توی این 7 8 روز آینده دارم یه روز زمین همه رو قرار میدم و حتما بعدش دوباره میام سراغ پیشنهاداتی که توی این مدت بذارید. فکر نکنید خلاصه به حرفایی که میزنید، کامنتایی که میذارید یا نظراتتون بی اهمیت هم و فیلمایی که میذارم هیچ کدومشون نیست. این سه تا رو میام با هم دیگه دارم ضبط میکنم تا توی این 7 8 روز کانال بدون ویدیو نمونه. برگردم حتما دوباره پیشنهادات شما رو قرار میدم. مرسی واسه حمایتاتون، امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلسی.